درود وقت شما عزیزان بیننده به خیر پیامی رو که در دلم هست میخوام با شما عزیزان در میون بذارم پیامی که هست در مورد ایمان هست در باب یازده رساله ابرانیان آیه یک اینطور میگه میگه ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده این ترجمه از ترجمه قدیمی خوندم براتون در ترجمه هزاره نو میگه که ایمان زامن چیزایی هست که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم ابرانیان 11 معروف به باب ایمان در این باب می بینیم که ایمان چه نقشی در زندگی افرادی که نام برده در اون باب داره در این آیه کوتاه سه تا عنصر مهم رو علاوه بر چیزهای دیگه ما مشاهده می کنیم. اولین عنصر اون مسئله اعتماده. دومیش امیده. سومیش نادیده است. اعتماد چیه؟ اعتماد اون یقینیه که داریم. اعتماد یعنی اطمینان، تکیه کردن، متکی بودن. در ایمان این یقین و اطمینان و اعتماده که خودش رو در قدم بعدی زندگیمون نشون میده این یقینه که در خیلی از موارد خودش رو به عنوان ایمان ظاهر میکنه این یقین یا همون اعتماد در واقع الزام قلبیه که ما رو به عمل وامی داره و در جهت و جهت فکری و عملی ما رو تعیین میکنه یعنی در یه جهت خاصی ما رو میبره از نظر فکری و عملی ما با ایمان یا اون الزام قلبی هست که بر اساس اون عمل میکنیم بر اساس اون ایمانی که داریم میدونیم مثلا قطار دقیقا سر ساعت میاد و سعی میکنیم جلوتر از اون باشیم یا اینکه سر صبح بیدار میشیم یک سری کارها رو طبق معمول انجام میدیم که این رو شاید عادت بذاریم اسمشو ولی یه چیزایی هست که اون الزام قلبی رو داریم اون باور قلبی رو نسبت به اونها در طول روز داریم در مورد ابراهیم در این کتاب ابرانیان در باب 11 اشاره میکنه که این رو میگه میگه که اون حتی نمیدونست کجا میره ولی به خدا اعتماد کرد ابراهیم وقتی صدای خدا رو شنید وقتی خدا از او خواست که از سرزمین او رو کلدانی بیاد بیرون خدا فقط بهش گفت بیا بیرون تو به جایی که برات مشخص کردم میبرم اگر در من بمونی و ابراهیم نمیدونست کجا میره جهت رو نمیدونست و من باورم بر اینه که هر روز خود خدا او رو هدایت میکرد در حال میگه که خدا ابراهیم به خدا اعتماد کرد نکته دوم در مورد ایمان مسئله امید هست میگه کلمه امید در واقع همه ما آشنا هستیم با این مسئله امید امید یک کلمه جالب و قابل مناهزه در وسط این آیه میگه یعنی آرزو یعنی چشم داشت توقع انتظار ایمان در خودش امید رو میپرورونه امید یک اشتیاقی فعال و پویا در تمامی زندگی افرادی که در باب 11 ابرانیان با اشاره شده و همینطور در زندگی روزانه خودمون امید یک عامل و عنصریه که به وضوح دیده میشه این انتظار و توقع از چیزی در واقع نیروی جلوبرنده این افراد و همینطور ما در زندگی هستش ما خیلی شنیدیم میگن که انسان به امید زنده است اگه در زندگیمون امید نباشه ما اون نیروی جلو برنده رو نداریم در واقع زندگیمون بی روح و یک نواخ میشه انگیزه به زندگی از بین میره همه ما به امید هر روز بیدار میشیم و با امید اون رو به پایان میرسونیم در واقع روز از نو روزی از نو امید از نو امیدی از نو نمونه های زیادی رو ما دیدیم یا شنیدیم که امید چقدر در شفای جسمی و روحانی افراد نقش داشته افراد امیدوار مثبتن پر از زندگین افرادی که امیدوار هستند شما خیلی راحت در یک جمع میتونید اینها رو تشخیص بدید حتی صورتشون فرق داره ایمان در خودش اون یقین رو داره ایمان در خودش امید رو داره و ایمان در خودش در واقع نادیده بودنش رو داره ما انتظار وقوع امری خوب و مسرت بخش رو امید میگیم بهش انتظار یک اتفاقی که خوب و شادی بخش باشه ما به یه چیز بعد یه چیز اسفناک اسمش امید نمیذاریم امید در خودش خوبه در خودش مسرت بخش شادی بخشه ما افرادی رو که در همین باب یازده ابرانیان میخونیم میبینیم که همهشون همه و همه پر از امیدن و با این امید در روزگار خودشون سعی کردن زندگی مقدسی رو ادامه بدن ما در مورد ابراهیم میخونیم راجب نوح میخونیم موسا و همینطور این قهرمانان ایمان در واقع لیستشون همش در این باب یازده هست در آیه ده این باب یازده ابرانیان این آیه رو میگه میگه ابراهیم مترقب شهری بود با بنیاد که معمار و سازنده آن خدا بود میبینید چه عنصر امید درش هست میگه مترقب بوده یعنی مشتاق بوده یه شهری که بنیاد و که بنیاد داشته باشه و معمار و سازندش خدا هستش گفتیم ایمان نادیده است نادیده بودن ایمان این خودش یک مطلب جالبیه ببینید اگر امید دیده بشه دیگه امید نیست تو همین رساله رساله ابرانیان بازم میخونیم در آیه هفت میگه که به ایمان نوح چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده الهام یافته بود و نمونه های زیادی هست از همین قهرمانان ایمان که ندیده اعتماد کردن به خدا در یوحنا 20 29 ما شاهد مکالمه مسیح و توما هستیم توما به عنوان رسول شکاک معروف هستش زمانی که عیسی به شاگردان ظاهر میشه توما اونجا نبوده احتمالا میگن رفته بوده شاید نون بخره شاید بر غذا بخره از بیرون در هر حال در اون ساعتی که مسیح ظاهر میشه توما نبوده اونجا و مکالمه ای رو میبینیم بین او و شاگردان وقتی شاگردان بهش میگن که خداوند اینجا بود میگه امکان نداره من باور نمی کنم تا دست تو سوراخ دستشو تو زخم پهلوش نذارم من باور نمی کنم در خود یوحنا 20 29 بعد از اینکه دوباره عیسی به شاگردان ظاهر میشه برمیگرده به تو ما این رو میگه میگه خوشا به حال کسی که ندیده ایمان آورد ایمان نادیده است ایمان درش اشتیاق هست ایمان درش یقین و الزام قلبی هست ایمان عنصر بسیار فعال و پویایی هست که من و شما هر روزه بهش احتیاج داریم تشویقتون میکنم امروز روی ایمانتون متمرکز بشید و خوب بهش فکر بکنید آیا احتیاج دارید ببینید که احتیاج دارید اول ببینید مثل تو ما تا ایمان بیارید آیا ایمانتون پویا هست؟ ایمانتون انتظار میکشه؟ ایمانتون مترقب هست؟ مشتاق هست؟ ایمانتون اون یقین رو در خودش داره؟ تشویقتون میکنم امروز ایمان رو از یه دید دیگه ای نگاه کنید. به مسئله ایمان در زندگی خودتون دقت کنید. صبح که بیدار میشید از روی ایمان چه کارهایی رو به شکل اتوماتیک انجام میدید. ایمان باید اینطوری در زندگی روحانی ما فعال و پویا باشه باید قلب ما رو عوض بکنه باید اشتیاق نیروی جلوبرنده زندگی ما رو در طول روز عوض بکنه ما رو باید مشتاق بکنه منتظر وقوع آن واقعه مسرت بخش و خوب باشیم منتظر باشیم ببینیم خدا امروز چی چی داره برا ما این رابطه ای که با او داریم در یک رابطه پویا در یک رابطه دو طرفه زنده باشه حقیقتا دعا میکنم که برداشت من و شما امروز نسبت به مسئله ایمان عوض بشه و او رو به شکل جدیدی تجربه کنی